Nobody knows who Mossadegh was. Democratically elected prime minister of Iran. He was overthrown by British and American interest because he threatened oil interest of the British. در 28 مرداد سال 1332 یه سری اتفاقات خیلی عجیبی در کشور ما افتاده که از مردم عادی که بپرسی که چی بوده داستان اون دوران، آدم‌های مختلف حرفای متفاوت و گاهی اوقات اصلا زد و نقیز میزنن. آدم میگه خب مردم عادی هستن، شاید اطلاعات خیلی دقیق ندارن و بیشتر به سمت تعصباتشون هست صحبتاشون. آدم میگه خب رسانه ها رو چک بکنم، میبینه رسانه های مختلف، مستند های مختلف ساخته شده از همین رسانه های متفاوت هم حرفاشون کاملا ضد و نقیض هم هست. با آدم تعجب میکنه چطور ممکنه یه سری اتفاقایی که خیلی هم مال قدیم نیست، 70 سال پیش اتفاق افتاده، تا به امروز اینقدر تحریف شدند. امروز با هم میخوایم بفهمیم که واقعا داستان اون دوران چی هست و قراره برای این صحبت هامون از منابع درجه یک و خیلی معتبری استفاده بکنیم که لینک همشون رو در بخش توضیحات براتون میذارم، از اونها استفاده خواهیم کرد تا ببینیم واقعا قضیه چی است. اما قبل از اینکه اصلا بریم سراغ کودتا و ببینیم که حقیقت چی بوده، یه خواهشی دارم ازتون قبل از اینکه صحبت ها شروع بشه. یک، مثل همیشه عینک تعصباتمون رو برداریم، و دو، حداقل برای چند دقیقه هم که شده تا پایان این ویدیو دانسته های قبلیمون رو در این مورد کنار بذاریم تا بتونیم تا انتهای ویدیو بدون اینکه با تعصبات به قضیه نگاه بکنیم یا هی اطلاعاتی که داده میشه رو با اطلاعات قبلی خودمون چک بکنیم که ببینیم اگر مطابق این بود خب پس درست هست، اگر مطابق اطلاعات قبلیمون نبود پس غلط هست، بدون اینکه دوچار این داستان بشین تا آخر ویدیو فقط ببینین و آخرش تصمیم بگیرین که داستان از چه قرار هست. خب اگر این کارو انجام دادین بریم سراغ ویدیو. کودتای 28 مرداد عین یک مثلث میمونه که هر ضلع اون مثلث یکی از عوامل این کودتا خواهد بود. حرفایی که ما امروز میزنیم استارتشون از اون موقعی هست که نفت ایران ملی شده، یعنی از ملی شدن به بعد تا 28 مرداد رو صحبت خواهیم کرد و اتفاقات قبل از اون رو فعلا کاری نداریم و در ویدئوی دیگر در موضوعات دیگر حتما بهشون اشاره میکنیم. بعد از اینکه نفت ملی شد، در واقع استارت کدورت‌های بین انگلیس و ایران از همین موقع شروع شد و انگلیس به هیچ عنوان حاضر نبود قبول بکنه که یه همچین داستانی پیش اومده که نفت رو ملی کردن، دیگه نفتی به انگلیس تعلق نمیگیره و هی داشت به قراردادی که خیلی قبل‌ترها با ایران نوشته بودن که انگلیس میتونه تا چندین دهه دیگر هم از منابع ایران استفاده بکنه استناد میکردن و میگفتن خب ما قرارداد داشتیم، چی شد داستان؟ چند تا راه حل برای حل این مشکل نفت انگلیس در نظر گرفته بود. یکیش این بود که آقا خیلی راحت دیگه حمله نظامی بکنیم به آبادان و اونجا رو بگیریم. They decided as they had been conditioned to do over centuries of colonialism, they would simply invade Iran and take back the oil fields. I actually discovered two invasion plans. They had one plan to take over all of Iran and a more limited one just to take over the oil fields and the refinery at Abadan. But when Harry Truman heard about this, he went nuts. He told the British this was absolutely out of the question. The Americans could never tolerate Britain landing troops. ترومن یه آدمی بود که اتفاقا بیشتر در نظر داشت که مشکلات از راه حل گفتگو و دیپلماسی حل بشه نه از راه کودتا و جنگ، و ایشون پیشنهاد میکنه نه این کار انجام ندین. دلیل هم داشت، دلیلش این بود که میگفت خب الان ما در دوران جنگ سرد هستیم، اگر شما باعث بشین که دولت مصدق سقوط بکنه، بزرگترین حزب سیاسی در ایران که حزب توده بود، کمونیست بودن، یه جورهایی هم زیر نظر شوروی بودن، اونها قدرت رو به دست میگیرن و در این دوران جنگ سرد این یک امتیاز بسیار مثبتی میشه برای شوروی. در باب پیش بردن مسائل در مسیر همین مذاکرات و دیپلماسی، مشاور خودش رو آقای هریمن رو
میفرسته ایران. آقای هریمن، یا کلا اینجوری بگیم آمریکا، یه جایگاهی داره در اون دوران که هم ایران هم انگلیس به دید مثبتی دارن بهش نگاه میکنن، به این دید که ایشون میتونه مشکلات ما رو حل بکنه و انتظار کمک دارن از آقای ترومن. سلسله جلسات مختلفی در ایران توسط آقای مصدق، توسط طرفای انگلیسی با واسطه گری آقای هریمن شکل میگیره، منتها در هیچ کدوم به یک نتیجه دلخواهی که بتونه قضیه رو حل بکنه نمیرسن. چه طرف ایران باشه چه طرف انگلیس باشه، هر کدوم خواسته هایی داشتن که باعث میشد به نتیجه مطلوب نرسن. حتی در جریان این مذاکرات آقای مصدق گفته بود که خب ما میتونیم یه کاری بکنیم که داستان نفت ما هم 50-50 باشه دیگه، یعنی 50% پولی که از نفت داره در میاد برای کشوری که نفت داره باشه، 50% هم برای شما باشه دیگه. اینو قبول نکردن. یا یه جایی بحث غرامت مطرح شد، اینم انگلیس مطرح کرده بود، گفت آقا داستان مکزیک هم بود یه زمانی 80 میلیون دلار غرامت دادن، قضیهشون حل شد رفت، الان شما هم غرامت بدین مشکل حل میشه. برای محاسبه غرامت هم اینجوری گفتن، گفتن خب نفتی که شما در سال تولید میکنی 8 برابر چیزی هست که مکزیک تولید میکرد، پس 80 میلیون دلار رو 8 برابرش بکنیم میشه 640 میلیون دلار پول، به علاوه 160 میلیون دلار پولی هم که نمیدونم برای چی بود، مجموع میشه 800 میلیون دلار. اگر این مقدار پول رو در باب غرامت به ما بدین میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم، و اتفاقا دولت مصدق قبول میکنه. منتها بعدن باز به نقل از خود مصدق که متنشو براتون میذارم، میگه نمیدونم اینها با کیا صحبت کردن بعدن یا چه اتفاقایی افتاد که روند مذاکرات در مسیر همین بحث غرامت رو ادامه ندادن و باز به فکر این افتادن که یه جوری دولت رو ساقط بکنه. و باز به نقل از خود مصدق این حرف هست که میگه اتفاقا منطقی هم به نظر میاد که این کارو بکنن، وقتی که خیلی راحت بیان پول نفت رو و به صورت نامشروع چپاول بکنن، چه نیازی هست بیان بشینن با من در مورد اینکه عادلانه نفت رو بگیرم بخوام با اینجور چیزا مذاکره بکنن. این بحث تقریبا مفت و نامشروع به دو تا موضوع داره اشاره میکنه. تقریبا مفتش داستان اینه که طبق قرارداد قدیمی که انگلیس هی داره بهش استناد میکنه، انگلیس فقط باید 16% از پول نفت حاصل از اون چیزی که از ایران داشته در می آورده رو به خود کشور میداد، و این 16% اون چیزی که خودشون تعیین کردن، یعنی ایران هیچ گونه اجازه ای نداشت که ببینه وضعیت مالی اینها چجوری است، چقدر فروختن اینا. 16% رو خودشون میگفتن آقا ما کلا اینقدر فروختیم و این 16%ش هست، و به ما هیچ اطلاعاتی داده نمیشد که واقعا 16%ش اون بود یا نه. حالا بماند که 16% چقدر عدد ناچیزی هست. نامشروع هم از اون نظر که بعدن مشخص شد که انگلیس از زیر زمین لوله هایی رو به سمت خاک عراق کشیده بود که از اونجا قشنگ نفت و بنزین رایگان برای انگلیسی ها تامین میشد. قشنگ مشخصه دیگه چپاول بوده داستان. در نتیجه بحث مذاکرات هم به نتیجه نمیرسه. خب گفتیم حمله نظامی نشد، مذاکرات به جایی نرسید. راه حل سوم این بود که خب آقا شکایت بکنیم، ما قرارداد داریم دیگه، الان دارن میزنن زیر قراردادشون ایرانیا، شکایت میکنیم. به لاهه رفتن شکایت کردن، به شورای امنیت رفتن شکایت کردن، و در هر دو حالت ایران هم حضور پیدا کرد، دفاع کرد و حق به ایران داده شد. راه حل سوم یعنی شکایت هم به جایی نرسید و موند فقط یک راه حل، کودتا. خب اوایل گفتیم که آمریکا اصلا همراه نشد با این قضیه و فقط خود انگلیس بود. اومد از مأموران MI6، کسایی که خیلی حرفه‌ای بودن، استفاده کرد برای این داستان و یک عملیاتی طراحی کردن تحت عنوان عملیات چکمه. انگلیس برای این کار 1.5 میلیون پوند بودجه در نظر میگیره. مأمورین خبره MI6 خودش رو میفرسته به ایران و پایگاه اونا هم در ایران سفارت انگلیس بود و وظیفه‌ای که بر عهده داشتن، خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، ایجاد هرج و مرج بود، اینکه نظم رو به هم بزنن، اینکه آدم‌ها رو با پول بخرن و بر ضد هم بکنن، خلاصه اوضاع داخلی کشور رو به هم بزنن. این 1.5 میلیون پوند در قالب ظرف‌های خالی بیسکویت که پولا رو توشون می‌ذاشتن بین مردم، یا مردم که نگیم، آدم‌هایی که در نظر داشتن پخش می‌شد و تأمین مالیشون می‌کردن. نماینده‌ها رو می‌خریدن، افراد نظامی رو، افسران ارتش رو با پونداشون می‌خریدن. از مهم‌ترین این آدمایی که با پول خریده شده بودند، برادران رشیدیان بودند. اینا آدمایی
بودن که خیلی نفوذ زیادی داشتن، چه تو مجلس باشه، چه در بازار باشه، چه در بین مردم عادی باشه، چه حتی بین نظامیا باشه، و پولی که اونها داشتن از سفارت دریافت میکردن رو بین همین آدما هم داشتن پخششون میکردن. حتی در یک جریانی همین خریدنها باعث شده بود که یه سری از رهبران جنوب ایران در یک سری استانها شورشایی را بندازن و باز همونطوری که گفتم اوضاع کشور رو به هم بریزن. در همون جریان بود که مصدق از شاه میخواد که تا زمانی که حداقل اوضاع بهتر بشه کشور رو ترک بکنن، و خود همین قضیه، خود همین حرف، خود همین پیشنهاد خروج شاه باعث شد بعدن کودتای 9 اسفند هم پیش بیاد که بعدن در ادامه در واقع حتما در موردش صحبت میکنم براتون. و باز همین عوامل MI6 بودن که در بهار سال 1332 آقای افشارتوس رو، رئیس شهربانی وقت رو، به قتل میرسونن. اینایی که بهتون گفتم خیلی خلاصه و کلی اون جریانهایی بود که انگلیس در ایران داشت انجام میداد. ولی موازی با همین داستان و این سیری که داریم طی میکنیم برای انگلیس، این طرف برای آمریکا هم یه سری اتفاقایی داشت میافتاد. The British, after their defeat at the United Nations, had resolved that the last resort was to stage a coup and overthrow Mossadegh. They ordered their agents in Iran to begin to arrange such a coup, and the agents began to make the appropriate contacts. Mossadegh, however, caught wind of this. He heard of what was going on, and he did the only thing he could have done to protect himself. He closed the British embassy, and he sent all the British diplomats home. Among them, of course, were all the secret agents who were planning the coup. Now the British had nothing. They could not invade. They had no diplomatic tools left. Even the World Court had thrown out their case. And they had no agents on the ground to stage a coup. They had lost their oil company. The only thing left to them was to appeal to the Americans. یه مدت زمانی که میگذره دوران ریاست جمهوری ترومن تموم میشه، انتخابات هست و انگلیس منتظر ببینه که نفر بعدی کیه و آیا میتونن از ایشون کمک بگیرن یا نه. انتخابات تموم میشه و آقای آیزنهاور رئیس جمهور میشه. آیزنهاور هم خیلی به دولت مصدق یا حتی شخص خودش بدبین نبوده که بخواد در همون وهله اول وارد عمل بشه و دولت رو ساقط بکنه. اون چیزی که خیلی نقش کلیدی در قانع کردن آیزنهاور داشت، دوتا برادر بودن، جان فاستر دالاس و آلن دالاس، یکی وزیر خارجه، یکی هم رئیس CIA بود. اینجوری بگم بهتون، بعد از اینکه افراد MI6 در سفارت انگلیس در ایران شروع کردن توطئه‌هایی رو علیه دولت انجام دادن و بعد یه مدت هم دولت ایران اینو فهمید، میاد کلن سفارت رو میبنده، هر کی هم که اونجا بوده به همراه آقای وودهاوس از ایران بیرونشون میکنه. البته این به معنی قطع ارتباطشون نبوده. یه سری بریتانیایی‌هایی در ایران بودن، یک سری ایرانی‌های خریده شده‌ای در کشور وجود داشتن که اینها ارتباط رو همچنان میتونستن برقرار بکنن. بعد از اینکه آیزنهاور هم میاد سر کار، آقای وودهاوس میره آمریکا برای مذاکره و قانع کردن دولت آمریکا برای کمک در مسیر این عملیات. And this is what he writes as I paraphrase it. I knew that our traditional argument would not move the Americans. Our traditional argument was Mossadegh took away our oil company, please overthrow him so we can have our oil company back. This was not an argument that would move Americans. So he wrote, I knew I needed a different argument, and I knew what argument to use. I would say that Mossadegh was opening Iran up to the possibility of a communist takeover. در ابتدا با برادران دالاس صحبت میکنه، برادران دالاس قبول میکنم و نوبت میرسه که الان برادر آیزنهاور رو قانع بکنن. چیزی که خیلی اونها روش داشتن مانور میدادن برای قانع کردن بحث کمونیسم بود. یعنی یه دوره‌ای هست که آمریکا تمام تمرکزش روی بحث شوروی و کمونیسم هست. یعنی اونقدری که بحث نفت برای انگلیس مهمه، برای آمریکا مهم نیست. آمریکا اولین اولویتش بلوک شرق و بحث کمونیسم است
و برادران دالس هم از همین در وارد شدن. حرفایی از این قبیل که خود مصدق هم کمونیست هست، اگر ایشون در قدرت بمونه شوروی هم به مرور بر ایران تسلط پیدا میکنه. حرفایی از این قبیل که اگر امروز این مصدق پیروز بشه و بتونه در برابر بریتانیا وایسه، فردا پس فردا در کشورهای خاورمیانه مصدقهای کوچک و بزرگ دیگری هم پیدا میشن که اعلام استقلال میکنن و میان منابع کشورشون رو ملی میکنن و حالا بیا جمعش بکن. خلاصه از در کمونیسم یه جوری وارد شدن که آیزنهاور هم تأیید رو میده و CIA هم قرار میشه وارد عمل بشه با همکاری با MI6 عملیات به قول خودشون آژاکس رو ادامه بدن. و برای این کار شخصی که در نظر گرفته بودن، باز افراد زیادی از CIA بود، ولی اون شخصی که خیلی نقش کلیدی داشت، یعنی اگر نبود شاید اصلا این جریان ها به 28 مرداد نمی رسید، شخصی بود به اسم کرمیت روزولت، نوه رئیس جمهور سابق آقای روزولت بوده. ایشون در اون وقت رئیس بخش خاورمیانه CIA هست و قرار هست برای ساقط کردن دولت مصدق به ایران بره. برای ایشون هم یه بودجه در نظر گرفته بودن، 1,000,000 دلار پول داده بودن که قشنگ بره اونجا و آدم بخره. 1,000,000 دلار با پول اون موقع در نظر بگیری خیلی پوله. ایشون در وهله اول چیزی که در نظر داشت این بود که اذهان عمومی رو در مورد مصدق عوض بکنه. اومد کلی از روزنامه ها و مجلات رو خرید. First of all, he began bribing newspaper editors and columnists and reporters to write all sorts of defamatory lies about Mossadegh in the newspaper. خبرهایی که از آمریکا می اومدن سفارت، می رفتن به همین روزنامه ها و اونجا قشنگ چاپ می شدن و پخش می شدن. خبرهایی که باعث می شد مردم بدبین بشن به مصدق و حرفایی بودن که ضد و نقیض هم بودن. تازه یه جایی می نوشتن که مصدق کمونیسته، مصدق توده‌ای هست، مصدق عامل انگلیس هست، مصدق جاسوس هست، مصدق دشمن مردم هست، مصدق خائن هست، مصدق پول نفت رو می دزده. یه حرفایی خیلی زیادی از این قبیل منتشر می شد و اتفاقا این ضد و نقیض بودن بیشتر باعث می شد که مردم بی‌اعتمادتر بشن. یعنی مردم می گفتن حتما این آدم یه چیزش هست که این همه خبر داره میاد دیگه. و درست این بخشش که میگم از آمریکا خبرها داشت میومد، یعنی اونجا داشتن خبرها رو طراحی میکردن، درست به این بخشش در مستند End of Empire 1985 قشنگ اشاره شده که لینکش رو این پایین براتون میذارم. خب الان یه سری اطلاعاتی رو بهتون دادم، الان برمیگردیم به عقب و به بیگ پیکچر نگاه میکنیم. شاید در نگاه اول در این جزئیاتی که بهتون دادم که آره مثلا MI6 اومد، نمیدونم اینا آدما رو خریدن، CIA اومد، آیزنهاور اومد، اینا یکم سردرگمتون بکنه این جزئیات، ولی اگر به تصویر کلی و کلیت قضیه نگاه بکنین قطعا قضیه براتون شفافتر خواهد شد. ببینید در سی تیر یه قیامی بوده، یه سری تظاهراتی بوده و توسط همین تظاهراتی که مردم عادی بودن، نماینده ها بودن، نمیدونم روحانیون بودن، کلی آدم پشت مصدق بود، ایشون تونست بیاد نخست وزیر بشه. خب پشتش اینا رو داشت، یعنی خلاصه بگیم یه سری مردم پرنفوذ و قدرتمندی رو داشت، یه سری مردم عادی رو داشت. CIA هم اومد روزنامه ها رو گرفت و اعتماد مردم عادی رو از مصدق گرفت. یعنی داشتن یه کاری میکردن که همونه که پشتش بودن آروم آروم برن و مصدق تنها بمونه این وسط. ولی هنوز یه حرکت دیگه هم مونده که باید انجامش بدن، اون هم اینه که شاه رو قانع بکنن. شاه هنوز قانع نشده به این که بخواد نخست وزیر رو بذاره کنار. و از مهمترین کارهایی که روزولت باید انجام میداد این بود که دو تا برگه رو به شاه میداد که شاه اونها رو امضا بکنه. یک برگه عزل مصدق، دو برگه نصب نخست وزیری دیگر به اسم زاهدی. مسئله دیگری که به نظرم خیلی مهمه و باید در موردش بدونیم اینه که چرا یک کدورتی بین شاه و مصدق وجود داشت و ریشه اون به چه برمیگرده. نمیدونم، شاید ریشه های خیلی قدیمی هم داشته باشه، ولی مهمترین قضیه برمیگرده به اون دورانی که مصدق از شاه میخواد که وزارت جنگ رو بسپره به نخست وزیر. ارتش یه جورایی جایگاه خیلی ویژه‌ای برای شاه داشته، شاه اینو قبول نمیکنه و حتی تو اون جلساتی که در این مورد صحبت میکردن یه جایی گفته بود که
بفرمایید چمدانمو ببندم و برم دیگه. یعنی اونقدری که بحث ارتش برای شاه مهم بود که به هیچ وجه حاضر نبود همچین چیزی رو قبول بکنه. پاسخ مصدق برای این موضوع این بود که خب اگر قبول نمی‌کنین من استعفا میدم و استعفا هم میده و شاه هم که از خداش بود یه نخست وزیری که دائم داره ساز مخالف میزنه بره یه شخص دیگه رو میذاریم جاش، آقای احمد قوام رو میذاره. احمد قوام هم جز آدمایی بود که از قدیم الایام در بدنه دولت و حکومت و در همین پست‌های سیاسی جا داشته. نخست وزیریشون فقط 5 روز طول میکشه. وقتی مصدق استعفا کرد فتوا از طرف آیت الله کاشانی صادر میشه، مردم عادی میریزن تو خیابونا، نماینده ها از افراد نظامی، کلی آدم پشت این شخص وای میستن، قیام میکنن که ما مصدق رو میخواییم، یا مصدق یا مرگ. و پاسخ این اعتراضات شلیک گلوله بود. 67 نفر در راستای همین اعتراضات کشته میشن و حتی یه عکس خیلی معروفی هم هست که در واقع معروف ترین عکس اون دوران، اون جوانی هست که با خون خودش در دیوار نوشته این خونی که ریخته شده خون زحمت کشان بوده، یه همچین چیزایی مینویسه. اون عکس خیلی معروف شده بود اون دوران. و ته این قیام ها باعث شد که 5 روز بعد، یعنی در 30 تیر ماه، قوام بره کنار و دوباره مصدق برگرده. و چون این بار مصدق پشتش مردم رو داشت، یعنی به واسطه مردم اومده بود در اون جایگاه قرار گرفته بود، شاه هم دیگه نتونست کاری بکنه. یعنی اینجوری بگم، وقتی میگن دموکراسی حاکم بوده، دولت مصدق دولت دموکراتیکی بوده، توسط مردم انتخاب شده، خونها ریخته شده که ایشون در اون جایگاه قرار بگیره، دقیقاً به همین 30 تیر دارن اشاره میکنن. کدورت دیگری که بین این دو ایجاد شده بود به این برمیگرده که اون دوران افرادی از دربار، به خصوص مادر و به ویژه خواهر شاه اشرف پهلوی، خیلی در مسائل دولت مجلس دخالت میکردن و برای اینکه این دخالت ها کمتر بشه، مصدق مادر و خواهر شاه رو از ایران تبعید میکنه و به خصوص به این دخالت های خواهر در روزنامه شورش توسط امیر مختار کریمپور شیرازی هم اشاره شده بود که بعدنها بعد از کودتای 28 مرداد خود این روزنامه نگاره در زندان زنده آتیشش میزنه. یه جریان مهمتر دیگری هم وجود داشته. اگه یادتون باشه گفتم که ماموران MI6 به همراه بدن مشخص شد زاهدی یه سری کارهایی انجام داده بودن که یه سلسله شورش‌هایی در جنوب ایران شکل گرفته بود. در همون راستا مصدق به شاه، به دخالت شاه در این داستان شک میکنه و پیشنهاد میکنه که تا زمانی که اوضاع بهتر بشه شاه از کشور بیرون بره. و همین داستان رو مخالفان مصدق و اونایی که یه جورایی با پول هم خریده شده بودن یک جور دیگری برای مردم تفسیر کردن. به مردم گفتن که همین آقای نخست وزیر داره شاه رو از کشور بیرون میکنه و همین داستان باعث شد که در 9 اسفند یک کودتایی بخواد علیه مصدق شکل بگیره که به ثمر هم نرسید. و به نقل از خود مصدق، دیگه از اون روز به بعد مصدق هیچگاه به دربار نرفت. و باز به نقل از خودش هست که بعدنها هر موقع شاه میخواست که با نخست وزیر دیداری داشته باشه و دعوت میکرد که مصدق بیاد به دربار، میگفت که من نمیپذیرفتم، به خاطر اینکه نگران بودم آدمهایی که تعصب بیجایی داشتن و فکر میکردن که واقعا من میخواستم شاه را از کشور بیرون بکنم، میترسیدم برم اونجا که منو تیرباران بکنن. و گاهی اوقات شاه میگفت که میتونیم در خونی پسرت، غلام حسین بوده فکر کنم اسمش، مصدق اونجا دیدار داشته باشیم. و میگفت که من این ملاقات رو در شأن پادشاه نمیدیدم که پادشاه بیاد خونی پسر من که اونجا صحبت کنیم. و این دو مورد باعث شد که هیچ وقت نتونیم با هم دیگه ملاقات داشته باشیم. وقتی همینجوری میایم جلوتر، یکی از مهمترین اتفاقایی که در اون دوران پیش اومده بود بحث کودتای 25 مرداد بود که در واقع جز مهمترین اتفاقاتی بود که باعث شد که 28 مرداد شکل بگیره. داستانش اینه که آمریکا و مأمورانش میخوان به شاه فشار بیارن و واقعا قانعش بکنن که اون دوتا برگه رو امضا بکنه، چون برای اینکه عملیات موفق بشه به اون امضاها نیاز دارن. هر چقدر
صحبت میشه، سفیر آمریکا رو میفرستن، آقای لوی هندرسون رو میفرستن که صحبت بکنه، شاه رو قانع بکنه که آقا امضا بکن، میتونیم به نتیجه برسیم. شاه همچنان در تردید هست. آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن که فشار رو بیشتر هم بکنن. با خواهر شاه صحبت میکنن که اون موقع در تبعید بوده، بیاد ایران یه جورایی یواشکی. فامیلی خودش هم به جای پهلوی شفیق گذاشته بود، فامیلی شوهرش بود، بیاد ایران و در واقع برادرش رو قانع بکنه. صحبت‌های خواهر هم تهش باز نتیجه بخش نبود و باز شاه جوان در تردید بود. باز میخوام فشارها بیشتر بکنم. آقای لوی هندرسون میگه که، خیلی خودمونی بخوام بگم، اینجوری میگه که ببین شاه جوان، الان تو بخوای نخوای امضا رو بزنی نزنی، این کودتا به نتیجه میرسه. ولی اگر به نتیجه رسیدیم دیگه یا علیرضا پهلوی جای تو خواهد بود، یا شاید هم دیگه کلن دودمان پهلوی رو بذاریم کنار، همون جوری که قاجار رو گذاشتیم کنار. و یه جوری حالت تهدیدگونه حرفا به خودش میگیره. در نتیجه زیر این همه فشار، شاه جوان حاضر میشه که برگه ها رو امضا بکنه. اینجا باز حرفا زیاده. یه عده میگن کاغذ سفید رو ایشون امضا کرده و خودشون پر کردن، چون یه عده هستن میگن که اون چیزی که اونجا نوشته شده دستخط شاه نبوده، یه عده اینجوری میگن. ولی در کل خب برگه ها امضا شده دیگه و الان دو فرمان عزل و نصب رو دارن. شاه بعد از اینکه این امضاها رو میزنه، فکر کنم 21 یا 22 مرداد ماه بوده، وقتی که امضاها رو زد از تهران خارج میشه و به همراه همسرش میرن کلار دشت و منتظر هستن که ببینن چه اتفاقایی میفته. در نیمه شب 24، یعنی دو سه روز بعدش، سرهنگ نصیری به همراه یه سرباز زره پوش میرن دم خونه مصدق. کودتای 25 مرداد میخواد اینجا شکل بگیره. از قضا مصدقم میدونسته که اون شب قراره یه اتفاقایی بیفته. چرا؟ چون در دربار یکی نفوذی بوده از تودهی ها و خبر رسونده بود که امشب قرار اتفاقایی بیفته. خونه مصدقم پر از سرباز بوده، از خونه دفاع میکردن. یه سرهنگ ممتازی هم بوده که در واقع فرمانده گارد حفاظتی خونه نخست وزیر، اینجوری بگیم حالا، بوده. و اون شبی که سرهنگ نصیری میاد، دستش هم اون دوتا فرمان بوده، نقشهشون این بوده که این فرمانها رو به مصدق نشون بدن، بعد مصدق مقاومت بکنه، با عنوان مخالفت با دستور شاه ایشون رو دستگیر بکنن و فردا دیگه همه چی تمام شده باشه. Through these and a series of other pressures, the Shah was finally brought on board and his job was to sign a decree dismissing Mossadegh from office. This was of highly dubious legality, since in democratic Iran, only the parliament had the right to hire and fire prime ministers. Nonetheless, the order to the officer who was to deliver this decree was, when Mossadegh resists, as he surely will, you arrest him. And then we proclaim our own guy as prime minister. مصدق نمیره، سرهنگ ممتاز میره جلو و میگه که خب هر فرمایشی دارین بگین، من به آقای مصدق میرسونم. وقتی برگه ها رو دیدن و متوجه داستان شدن، هم سرهنگ رو هم سایر سربازان رو دستگیر میکنن بدون اینکه مقاومتی داشته باشن و فردای اون روز خبرها پخش میشه که یه کودتایی بوده ولی شکست خورده. با پخش شدن این خبر، زاهدی و اطرافیانش پنهان میشن و شاه هم با شنیدن این خبر به رامسر از اونجا سوار هواپیما به بغداد و از اونجا به روم میره. قبل از اینکه وارد 28 مرداد بشیم، در مورد این 25 مرداد یه چیزایی هست که باید بدونی. خیلی از اختلافاتی که در اول ویدیو بهتون گفتم که بین آدم ها وجود داره، نشأت گرفته از همین حوادث 25 مرداد هست. یه عده میگن که حرفای مختلف وجود داره، من فقط حرفا رو بهتون میگم و اصلا تصمیم نمیگیرم که کدوم درست بوده، اختلافات رو بهتون میگم. یه گروهی هستن میگن که خب مصدق کار اشتباهی انجام داده، در واقع ایشون از فرمان شاه سرپیچی کرد، ایشون باید اونجا قبول میکرد که در واقع عزل شده و آقای زاهدی میومد سر کار، پس چون قبول نکرده مقصر اصلی این داستان مصدق هست. این یک حرفه.
حرف دوم اینه که طبق قانون اساسی مشروطه در اون دوران شاه توانایی این رو یا اختیار این رو نداشت که سر خود همینجوری نخست وزیر رو عزل بکنه یکی دیگه رو بذاره. اینم یه حرفه. یه حرف دیگه این هست که میگه خب اون دوران بالاخره مجلس نماینده‌هاش اونقدری نبودن که به حد نصاب برسه که بتونن اونجا تصمیم گیری بکنن. شاه هم که خب این داستان رو میدونست خودش خواست این کارو بکنه. یه دستم میگن نه به حد نصاب میرسید و باید مجلس این کارو میکرد. یه دستم میگن مجلس خب منحل شده بود. یه دستم میگن نه اتفاقا فرمان عزل مصدق خیلی قبلتر از انحلال مجلس بوده. میدونی حرفا خیلی زیاد هست و من خودم حداقل دقیقا نمیدونم کدوم درسته، ولی هرچی بوده فردا خبرها پخش میشه و دوباره خیابونها شلوغ میشن. مردمی از احزاب سیاسی گوناگون اعتراض میکردن، توده‌ای‌ها بودن، داد میزدن حکومت دموکراتیک میخواییم، ملیگرایانی بودن، افرادی بودن که میگفتن خب بعد از 40 و خورده‌ای سالی که از انقلاب مشروطه میگذره دیدیم که همیشه پادشاهان به دنبال صرفا دیکتاتوری و در واقع اعمال قدرت خودشون بر حکومت بودن و الان وقتشه که سلطنت رو بذاریم کنار و جمهوری شکل بدیم. اینا رو هم یه گروهی میگفتن. یه گروهی آدمایی بودن که اصلا نمیدونستن چی به چیه، فقط میدیدن که یه سری آدم دارن اعتراض میکنن به اونها میپیوستن، شعارهایی بر ضد شاه میدادن و کلا خیابونا شلوغ بود. یکی دو روز اینجوری گذشت. در 27 به دستور مصدق این اعتراضات جمع میشه و در پایان 27 یه سکوتی همه جا رو گرفته بود. در همون روز 25 هم خبر رسیده بود از آمریکا به روزولت که آقا دیگه اگه شکست خوردین گندش در اومد جمع کنیم بیاییم. اتفاقا نکته جالب داستان اینه که با اینکه شکست خورده بود کودتا ولی روزولت دست نمی کشه. After 4 more days of rioting and denunciations of Mossadegh from various quarters, he struck again. On August 19th, 1953, 28th of Mordad, by the Iranian calendar, a fateful day that every Iranian knows by heart, the streets of Iran were full of rioters and protesters, many of them paid by Roosevelt, directly or indirectly, but many, I think, joining in without realizing what was going on. بعد از حادثه 30 تیر از اون موقع تا 28 مرداد به مرور اختلافهایی بین آیت الله کاشانی و مصدق شکل گرفته بود و باعث شده بود که رابطه این دو دیگه قطع بشه و در داستان 28 مرداد از کاشانی کمک گرفتن، از لاتولوت ها و پهلوان های زورخونهی و نمیدونم مردم بازار و ارتشی هایی که خریده بودن و آدم هایی که برادران رشیدیان در اختیار خودشون داشتن، یعنی هر کی که اون روز خریده بودند اون روز قرار بود بریزن تو خیابونا. از آدم های خیلی معروفی که در این داستان وقتی داری مطالعه میکنی همه جا اسمش دیده میشه شخصی هست به اسم شعبان جعفری، ملقب به شعبان بیمخ، کسی بود که در واقع سردست و هدایت کننده دسته اوباش ها بود اون موقع یا چماقداران و در جای جای مختلف عکسش هم موجود هست. وقتی یه حجم عظیمی از این هم آدمان ریخته بودن در خیابونا مرگ بر مصدق و زنده باد شاه میگفتن، مردم عادی هم که اینها رو میدیدن، به ویژه در ویدیو قبلی هم گفتم شرایط اقتصادی اون موقع هم بد بود، بی‌ثباتی سیاسی وجود داشت، اعتراضاتی وجود داشت و مردم هم خسته شده بودن، مردم عادی هم به اونها میپیوندن، پلیس هم به اونها میپیوندن و در عرض نصف روز خیابونا فتح میشن. به ویژه یکی از کارهای خیلی مهمی که روزولت انجام داد این بود که همون روزنامه ها بود که گفتیم خریده بودنشون، اون فرمان عزل و نصب با امضای شاه رو میدن در صفحه اول همه این روزنامه ها چاپ میکنن، بین مردم پخششون میکنن که مردم بیشتر بفهمن که قضیه چی هست و به چه سمتی بخوان تظاهراتشون رو انجام بدن. از یه طرف توده‌ای‌ها بودند، از یه طرف افراد مصدق بودن، اونها هم فاز مخالف میزدن و تو خیابون هرج و مرجی بود. میگم نصف روز طول نکشیده بود، همه به خونه مصدق میرسن و خونه مصدق توسط پلیسا، توسط مردم عادی محاصره میشه، حمله میکنن، همه سربازانی که از اون خونه محافظت میکردن کشته میشن و مصدق از پشت فرار میکنه تا فرداش که بخواد
خودش رو تسلیم بکنه. در این داستان که از همون 25 مرداد زاهدی رو روزولت مخفی کرده بود، الان وقتش بود که به عنوان یه برگ برنده روش بکنه. زاهدی رو سوار تانک میکنن و به ایستگاه رادیویی میرسونن و اینجا بود که زاهدی اعلام میکنه نخست وزیر دیگه ایشون شده و اوضاع تحت کنترلشه. تلگرافی به شاه زده میشه که میگن اعلی حضرت، مردم دارن لحظه شماری میکنن که شما بیاین به کشور. و اینجوری شد که 28 مرداد برای اونها به عنوان جشن ملی یا قیام ملی نام گرفت. تا الان اینجوری بوده که من معمولا آخر ویدیوها یه نتیجه گیری میکنم. امروز هیچ نتیجه گیری نخواهم کرد و میسپارم به شما که خودتون ببینین قضیه چی بوده و خودتون برداشت بکنین. فقط ازتون یه چیزی میخوام، فکر بکنین اون جوانه دموکراسی که اون موقع در 30 تیر شکل گرفته بود، اون جوانه همینجوری رشد میکرد، از بین نمی بردنش. و الان که 70 سال یا بیشتر از اون قضیه گذشته، اون جوانه به یه درخت تبدیل میشد، درختی به اسم درخت دموکراسی. الان چی میشد به نظرتون؟ اینو فقط میخوام که خودتون بهش فکر بکنید. و نهایتا ازتون تشکر میکنم، مرسی که در طول دیدن این ویدیو عینک تعصبات و دانسته‌های قبلیتون رو در این موضوع کنار گذاشتین. الان که اطلاعاتی که من گفتم رو دریافت کردین، وقتشه که عینک تعصبات و دانسته‌های قبلیتون رو هم بذارین. و